در نخستین روز کنوانسیون ملی حزب دموکرات میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده در مورد شوهرش باراک اوباما و فعالیت‌های او صحبت کرد. سخنرانی مهم و عمده را در نشست دیشبه یک والی مکزیکویی الاصل آمریکایی ایراد نمود. نکات عمده نشست حزبی دموکرات ها را از سید ظفر هاشمی خبرنگار ما که از شهر شارلوت و از مقر کنوانسیون با ما در ارتباط مستقیم قرار دارند جویا می شویم. هاشمی، نکات برجسته سخنرانی های دیشب چی بود؟ خب نخستین شب نشست حزبی دموکرات ها قسمی که شما گفتین با صحبت های آنتونیو والی شهر سان آنتونیو و همچنان بانوی اول ایالات متحده آغاز شد و برنامه قسم پیشرفت که دموکرات ها در نظر گرفته بودند. آب و هوا هم با ایشان یاری کرد و برنامه ایشان به قسم پیشرفت که در نظر گرفته شده بود، به این معنا که تعداد زیاد اعضای حزبی دموکرات بیانات خود ایراد کردند و انتقاداتشان مستقیم به ستاد انتخاباتی رامنی و همچنان خود شخص میت رامنی ارائه کردند. آنچه که دیشب گذشت او را در گزارشی از لینا روز بمیشنیم و باز هم صحبتها را با شما ادامه میدیم. خانم رئیس جمهور در برابر 6000 هیئت انتخاباتی در کنونسیون ملی صحبت کرد. میشل اوباما بانوی اول این پیام مملو از احساسات را ارائه داد. برای براک این موضوعات سیاسی نیست، بلکه شخصی هست. براک از آرزوی امریکایی ها واقف است، چرا که وی همان گونه زندگی کرده است. او قصه های مشکلات خود و شوهرش را تشریح کرد و اینکه هر دو در مورد زنانی که پشتکار و مصمم بودند صحبت کرد که آنها در قصر سفید ارجحیت یافتند. برای براک موفقیت این نیست که چقدر پول به دست می آورد، بلکه در مورد تفاوت است که در زندگی مردم رونما می سازد. هیئت‌های زنان از خانم اوباما من حیث یک الگوی رفتاری که ارزش‌های آنها را به شکل یک مادر و زن تبارز می‌دهد، حمایت و تقدیر می‌کنند. زنان دموکرات در کانگرس در استیج همراه با چند کاندید صف کشیده بودند که از سیاست جنسی برتر این حزب نمایندگی می‌کند. در اوایل روز گروه‌های زنان این حزب برای انتقاد از مشی جمهوری‌خواهان جمع شده بودند که علیه سقط جنین بدون در نظر داشته صحت مادر هستند. همچنان تحول در منطقه باعث شده است که یک گروه دیگر یعنی هسپانوی تبارها نیز یک قوت قوی برای دموکرات ها گردند. در ختم روز اگر این روش ادامه یابد، هر دو زنان و هسپانوی ها و اگر حضور هسپانوی ها در ایالات کلیدی طوری که باید باشد، رئیس جمهور اوباما دوباره انتخاب خواهد شد. امسال یک تعداد کثیری از لاتینیول اصل ها در این کنونسیون هستند. مجموعاً 800 هیئت انتخاباتی که این تعداد در کنونسیون جمهوری خواهان بسا کمتر بود. این خود تاریخ ساز است و اولین هسپانوی تبار هم که در آن خطاب داد جولین کاسترو بود. او شاروال شهر سان آنتونیوی تکساس و پسر یک مهاجر مکزیکویی است و یک منتقد نامزد جمهوری خواه برای ریاست جمهوری. وقت زمان آن می رسد که طبقه متوسط را به کار گمارد، میت رامنی می گوید نه. وقت احترام به حقوق زنان مطرح است، میت رامنی میگوید نه. در حالی که سخنرانان این روز متشکل از هسپانوی تبارها و زنان بودند، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق نیز به روز چهارشنبه در آن حضور خواهد یافت. مانند سال 2008 این کمپین امیدوار است که محبوبیت وی برای کاندید تاثیرگذار گردد، در حالی که نتایج سنجش آرای عامه رقابت داغی را با رقیبش نشان می‌دهد. خب دلیل موجی از انتقادات دموکرات ها در بیانات دیشبشان چی بود؟ و جمهوری خواهان در قبال این تا حال چه واکنش هایی از خود نشان داده؟ با استفاده از تجربه جمهوری خواهان در شهر تامپا که هفته گذشته صورت گرفت، دموکرات ها به شکل مشخص برنامه خود قسمی ترتیب کرده بودند که تمام سخنرانای مهم فقط مستقیما به خاطر انتقاداتی که از رئیس جمهور اوباما و تیم دموکرات از او صورت گرفته بود، مستقیما بالای میت رامنی و گذشته کاری از او و همچنان حزب جمهوری خواهان حتی برگشتاندن موضوع را به دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش انتقاد میکردند، تا امریکایی هایی را که تا هنوز تصمیم نگرفتند که برای کی رای بدن، اونا را وادار بسازند که اوباما موضوع زندگی از اونا را و مشکلاتشان را درک کرده میتونم. میت رامنی همچو چیزی را کردن میتونه، به خاطر که میت رامنی بسیار زیاد ثروتمند است و تمرکزش همیشه
بالای موضوعاتی بوده که به ثروتمندان ربط داشته. به طور مثال شاروال والی ماساچوستس، جایی که میت رامنی خودش والی بود، از کارکرد میت رامنی بسیار با الفاظ شدید انتقاد کرد و گفت که میت رامنی فقط توجه و تمرکزش بالای وظیفه و بالای چوکی حکومتی می باشه تا ای به اجندایی که بالای مردم و زندگی مردم طبقه میانه تاثیرگذار می باشه. بله آقای هاشمی، اگر مختصرا روی اجندای نشست امروز کمی روشنی بندازیم. خب بیانیه دیشب و بیانیه های دیشب فضا را مساعد ساخت بر امروز. امروز و امشب بزرگترین، البته بعد از اوباما، بعد از بیانیه اوباما، بزرگترین موضوع بیانیه بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده می باشه که تعداد زیاد او را دوست دارند و از کارکردهایش به حیث رئیس جمهور رضایت دارند. او امشب اعلان میکنه طرفداری خود از اوباما و از اجندای اوباما به خاطر بهبود اقتصاد ضعیف ایالات متحده. بله، تشکر از شما، منتظر گزارش های تازه تان فردا هستیم.